خب به نام خدا لکچر چهارم ورد 2013 خود ما باز هم پیش می‌بریم. ما شما مطالعه بالای فایل خلاص تقریبا نکردیم. یک بخش خیلی مهم شما بود بخش آپشن ازی. این بخش آپشن ها صرف به خاطر از این ما کم درس دادم تا نصف نیمش را نصف دیگهش میلیم در روز آخری پروگرام ورد از ما. کدام بخش ها؟ بخش جنرال دیسپلی پروفینکس سیو لنگویج. این بخش ها را ما شما مکمل آپشن هاش را پیش میبریم. فقط ما چهار آپشن پایین تا یک حدود برای شما گفتم. بله. ما آمدیم متعلق بالای تراست و اد اینز کویک اکسس تولبار انیار بخش را مو تا حدودی را خواندیم و بخش کاستومایز ریبون هم ما تا حدودی را درس دادم به خاطر از اینکه ما بخش کویک اکسس تولبار در اینجا ما یک مطالعه را داشتیم در منوی در خود انوایرمنت ورد 2013. در اینجا ما تا دیروز فقط یک کمتون بحثایی که در اینجا موجود بوده خواندیم. در این صحه سمت راست تقریبا ما آپشن های مختلف دنجه داریم. آل تاب، مین تاب، تول تاب. من فرض مثال مین تاب هم میگیرم. تابای اصلی ما که دنجه بالا چی هست موجود است. این مینو ها را. هر کدام از اینا را شما اگر بخواید ریموو بکنید یا بخواید یکان مینوی دیگه اضافه بکنید یکان ریبون دیگه اضافه بکنید. اگر ما به مثلا این ویو را چلی پایش را بکشم این دیولوپر ما تیک میزنم در اینجا. اوکی منم. در اینجا باید یک چیزی به عنوان دیولپر برای ما چی شوه؟ علاوه شوه. یا همین خود دیولپر را تو میخوای چینج بکنی یا که نه یک آپشن برای خود یا همینجا یک مینو از دیل خود جور بکن. کل این زینا از امزی بخش فایل آپشن بخش کاستومایز ریبون. این اینجا فرض مثال من میم میگم که اد نیو تب یک تب نو جور میکنم اونمو را رینیم میکنم یک آیکن برش میدم میگم اینم آیکنش باشه. دیسپلی نامش چی باشه؟ نام خود بده. هر چیزی که تو میتونی بیدید اینجا من اگه نشتم میکنم یک نام برش دادم اینو مال من روکی میکنم. ببینید دینم اینجا باید برای از من اضافه شده باشه به عنوان نیو تب. دینم اینجا یک نام دادم منطقه نام فعلا در اینجا نگرفت. خب نام از رو ما میتونم رینیم بکنیم. اینو نیو تبی که من دینم اینجا جور کردم شما میتونید یک نام برش بدید از اونجا نیو گروپ. نیو گروپ که شما بید بخش فایل بخش آپشن بخش کاستومایز ریبون انمی پارسا که دنمی اینجا هست خود امزی نیو تاب پیشتر نیو تاب بود. من بالا از این بیم میگم که انمی رو چی که برای از من رینیم بکن. رینیم از این رو مثلا بیدی فرض مثال یک هر نامی خوش داشت هر چیز رو که خود مربوط خود میشد اوکی بکن. بعد از اوکی بکنی در اینجا چی میشنه؟ منویش مو کریت میشنه. حالا یک موبایل از این چی خسیم آیتم پردی بازم میده منوی فایل آپشن کاستومایز ریبون در اینجا می بعد از می فرض مثال میگه که اد نیو گروپ یا یک گروپ دیگه اینجا جور میکنی. هر کدام از اینا رو جور کردی اوکی میکنی در اینجا که می ببین گروپ های مختلف جور میشن. همین رقم تو میتونی کریت بکنی تولز هایی را که مورد علاقه دارید اونجا خوش دارید میتونی در اینجا چیکنی علاوه بکنی. خارج از این بحثی که ما از منوی فایل بخش های مختلف را که خواندیم تا یک حدود دیتیل بود بخش آپشن از مو در ادامه درس های گذشته مو بخش های دیگه شی مو منه. بخش های آپشن های مختلف شی نیست به دیگهش 50% تقریبا مخواندیم 50% دیگهش مومنه تا درس های ما پیش ببریم. بخش های سکشن بخش های که در تپ های مختلف موجود است کل از اینا رو موشیم زمانی که خواندیم از آپشن های مورد نظرش در بخش آپشن ها ما میرسیم. ما در روز اول در منوی هوم آمدم برای شما بسیار یک کویک ریویو داشتیم. یعنی تا نبود که شما فکر برید ما اینمی رو در 30 دقیقه برای شما گفتم و برو بخیر خلاص دیگه. نه ما در اینجا مستقیما که آمدم متعلق از بخش پالت یا ریبون فونت شروع کردم اما این بخش ما برایش ما ماندم. اینجا ما یک چیز داشتم به نام کلیپورد که دوستان پرسانم کردن که من هم یاد ما آمد. من اینجا یک متن را ایجاد میکنم نیاز در تکست دارم. این تکست خدا من اگر اینمی ساحه را فرض مثال کلان میکنم مگم این را کپی میکنم. این را اگر من کپی کنم بیم در اینجا بعد از من این را پیست کنم یعنی اینجا کپی از چیش در اینجا برای من کریت شد. اگر ما بخوایم همین نوشته خودا سلیکت میکنم لوکیشنش را بخی چینج کنم یعنی این میزنج انتقالش بدن در جای دیگه از گزینه کات استفاده هم کنم. مگم مثلا بیاردم آبا این دو پاراگراف چیگو تکس از مرا موقعیت چی اینجا بان من بازم چی میکنم پیست میزنم ساهش در اینجا مد کات یعنی به صورت کاملا کامل انتقال میده از یک لوکیشن در دیگر لوکیشن. کپی هم سیم همون رقم یک دابل یک دانه سند یا یک تکست که شما انتخاب بکنید رو برایش ما جور میکنه
و دینمیج فرمت پینتر رو برای شما گفتم. اینمیج هم بخش پیست هم تاکودت برای شما گفتم. این سه بخش از ایره که بخش کیپ سورس فرمتینگ بود، اینا رو ما مرور کردیم که امی فرمتی که امی سورس اصلیش مداره ایره برای شما نگهداری میکنه، برای شما کدام تغییر بالایش نمیره یا فقط و فقط تکس باشه، یا این بخش مرش فرمتینگ ما برای شما گفتم که وقتی که اون فرمت های خاص رو مود اینجا داشته باشیم بخوایم اون فرمت هم زوره خیلی مثلا فکر که داده نه فرمت ما بنش هسته کل فرمت هاش برای ما از بین مبره، فقط فرمت هایی که مربوطی بولد ایتالیک باشه، مو فرمت مربوطی سایز باشه سایزش هم در نظر نمیگیره، فقط بولد ایتالیک و انمی اندرلاین انمی سه بخش که داریم اینجا سره چی میکنه برای خود کیپینگ مون استور مون دیگه شر کلی گشیر ریموو میکنه. و اینجا پیس اسپیشال ما باسم در بخش پیس اسپیشال بیم، یک پیست داریم دیگهش پیست لینک هسته. ببین پیست لینک، لینک چی رو میگه؟ لینک مثلا برای شما یک فرض مثال از پروگرام اکسل یک چیزی را کپی میکنید در اینجا پیست میکنید، گور براش مقالات لینکی میده، یعنی مقالات میده که شما هر زمانی که در یک جای دیگه کدام آپدیت را انجام دادید، کدام کاری را بالای متن انجام دادید، در اون صورت در اینمی بخش برای شما مثلا میگه که از پروگرام ورد یا از پروگرام اکسل برای شما چی شده، یعنی متن از مدام اینجا اومده. ما مثلا میگم که انمی رو پیس که برای ما از ان آیکن، برای ما یک آیکن میده، آیکن از زیر خواستم چنج بکنم، هر کدوم از زیر خوش داشتم میرم اینجا سلکت میکنم، نهایتا اوکی میزنم، در اینجا چی میکنم برای ما اوکی میره. ببین انمی متن از ما خب منتها در حالت آیکن جور شده، ما اگه بالا انزی بیم دابل کلیک بکنم برای ما یک نیو داکیومنت جور میکنم، مگه انمی متن رو که تو پیشتر اونجا کپی کردی دیگه، یعنی مال پیس اسپیشال انجام دادیم در یک داکیومنت نیو برای تو چی شد کریت شد دیگه. من بحثی باز هم می فرض مثال یعنی میرم ما حالتی کپی شیر کردم میم در بخش پیس اسپیشال، باز هم در اینجا بیم بخش های مختلف دیگه ای هم هسته، RTF ریش تکست فرمت برای پروگرام ورد پد هست، هر کدام میزنه یا HTML فرمت، HTML فرمت هایپر تکست مارک اپ لنگویج، زمانی که شما در نزی فرمتی رو ذخیره بکنید در وب بروزر خود هم میتونید به صورت بسیار ساده اورا اجرا بکنید، خیلی بخش های مختلفی به اینجا کاور شده، اما بیشتر چیزی که مورد استفاده قرار میگیریم بخش های بسیار ساده شما فقط کات کپی پیس انجام میدم و خلاص. ما هر زمانی را که ببینید ما یک عملیه را انجام میدم کات کپی پیس، این یا ما در اینجا میم یک تیر بسیار خورد است، یعنی کلیپورد چی هسته؟ کلیپورد یک صاحب موقتی هسته که تا از یک الا 24 دنه عملیه کات و کپی شما رو در اینجا چی میکنه؟ ذخیره میکنه. مثلا من می کلیش کلیر میکنم در اینجا، این مال در اینجا کدام چیزی ندارم، من تکس خودم میگیرم میگم که کنترل سی کپی، این اینجا چی شد برای من علاوه شد، کنترل سی هر کاری هر کدام از اینا رو ما بگیم، من مثلا میگیرم کنترل ایکس میکنم، یعنی اینجا 6 تا زیاد شده مره تا 24 دنه، هر کدام از اینه که خواستم من میگم انمی رو گرفتم چی کردم کنترل سی کردم، یعنی اینجا 6 برای من علاوه شد. بعد از اون من در این صحه پایین میگم انمی برای من چیکو پیس کو، اینتر میکنیم، من میگم انمی برای من چیکو پیس کو، یا اینی رو برای من پیس کو، یا اینیش برای من پیس کو، تا 24 دن عملیات دنج برای من چی میکنه سیو میکنه، کل از اینا رو من نخواستم کل گوش چی میکنم کلیر آل میکنم، فقط یک حافظه موقتی هست به خاطر از اینکه شما اطلاعات انفورمیشن های خیره که وقتی کات کپی پیست میکنه در اینجا چی کنید استور بکنید، بفهمید که من چی چیزها رو کات کنم چیزها رو کپی میخوام بکنم چی در کجا میخوام پیست بکنم. بحثی فونت ای بخشایش را ما مورد مطالعه قرار دادیم، کلیگیش را گفتیم، فقط این میم اینفورمیشن ها اضافی شی شارتکچ به نام کنترل دی هستم، اگر کلوز کنم کنترل دی را پرس کنم من را مورد بخشی فونت، در این فونت اینفورمیشن اطلاعات اضافی تری هست، این میشه شاید چندین در اینفورمیشن اطلاعات باشه، اما ما در اینجا اگر بخوایم اطلاعات اینفورمیشن اضافی را در اینجا علاوه بکنیم میم در بخشی فونت، میگم که بادی هم از این فونت چی باشه، هر کدام از اینا رو که شما میخواید مثلا هر زمان که نشته کنید حالت هیدینگ وار باشه برای شما، یا که انمی فونت های اضافی رو که ما یک روز اگه یادشون باشه نصب کنیم، انمی جا خودی بادی هم از متن خوره میگیری میگی که مثلا نوعیت چی رقم باشه، ایتالیک باشه بولد باشه، میار خود کلی گشر مو شما خواندیم که بولد چی بود، منتها در اینجا به صورت عمومیه، یا میگم سایز از چند باشه مثلا 14 باشه، من اینم اینجا سایز از این جور کردم در اینجا میم در اینجا در بخش کامپلیکس اسکریپت، یعنی بالایی که هسته مربوط چی هسته زمانی که شما انگلیسی تایپینگ دارید یا کلا سرکارش ممرای چی هسته لنگویج انگلیسی، در اینجا برایش مفته لاتین تکست، وقتی که بخش کامپلیکس اسکریپت بیم اینجا مربوط زبان دری شما میشنه، هر زمانی که همون لنگویج شما فارسی یا دری هسته اینم اینجا میاد میگه که مثلا انمی ازی باشه فرض مثال آسمان یک فونت هسته، بعد از او فونت استایل از مو باشه همیشه ایتالیک بولد، سایز از او مثلا باشه فرض مثال 12،
کلیگم زینا رو ما دارم اینجا جور میکنیم فونت کالر تو چیرخم باشه رنگمو فونتی که نشتمونی با دیفالت سیاهه تو میگه سیاه نباشه مثلا زرد باشه بعد از اون میگه آندرلاین همی کنترل یو رو که شما پرس مون یک لاین در زیر تکست شما میه همی چیرخم باشه مثلا ما بگم که انمی رنگ نقطه نقطه باشه خود رنگی همو اندرلاین شما چی رقم باشه همو لاینی که در زیر تکست شما کشیدن باشه ما میگم که رنگ از این مثلا سرخ باشه هر کدام از اینا رو که من انجام بدم در اینجا برای از ما چی میکنه یک سمپل یک نمونه شده برای از ما نشان میده در ساحه پایین افکت ها هسته افکت ها قسم فرمت ها هسته که ما بالا یک تکست اپلای میکنیم یک تکست همو برایش یک دیزاینک های خاصی میدیم اینی استریکت رو به این معنا که شما یک تکس را چی میکنید یک لاین را در روی امزی خودی کلمه خود میکشید ببینید در اینجا نمونه ما در اینجا هست اما این میره سلیک میکنم ببینید یک لاین اگر دقت بکنید در اینجا در روی تکس از ما کشده میشه مثل یک زمانی که شما فرض مثال یک لغت دو در لغت نشته میکنید مثلا my name is Ali my name has Ali فرض مثال ببین اینو از اینو بحثایی که وقتی که یک کلمه رو شما در نظر بگیرید جور هست اینو کلمه ما ناجوره مگه این غلطیه سرچ کراس میکشید خط میکشید این استرکتور رو در اونجا نگاه نفت بدر چون مخوره که مستقیما روی متن شما اگر سلیک بکنی یک خط میکشه دیگه ایش چیست دابل استرکتور رو سیم امو کارم نم منطقه دو دونه خط رویش میکشه دیگه سابسکریب و سوپرسکریب ما در اینجا خواندیم که یک زمان شما یک عدد رو نشتم که به توان رو بالا ببرید یک زمان یک فرمول کیمیاوی براش میکنیم هاشتو او اوش باید کم ذره پایین باشه امزو لاین اصلی خود یا کم ذره پایین یا کم ذره بالا باشه ما باسم از اینجا امیار انتخاب میکنیم دیگه چی هسته؟ اسمال کپ ببینید اینی اسمال کپ اینم اینجا ما یک تکس رو فرض مثال اگه نشته کنم فرض مثال ما نشته میکنم که This is the best فرض مثال اینی رو من سلیک میکنم فونت زیر کلان میکنم این رو بولد میکنم کنترل دی مینده اینجا من میکنم که اینی اسمال کپ همه اینجا فعال میکنم اینی اسمال کپ برای من چیکار میکنم دقیقا اگر در این سمپل هم شما دقت بکنید اسمال کپ یک قانون است در زمانی که شما یک تکس رایت میکنید گفتم که حرف اول چه کلانه درستم اما در اینجا حرف اول کلان است اما اون رو بیخی نسبت در دیگه تکس ها نسبت در حروف های دیگه بیخی یک کم کلانتر برایش می نشون میده من اینجا چی میکنم اوکی میکنم در اینجا سعی کنید اینی تی از ما که است کلانتر نسبت در اینجا اینی هم کلش کلان است اما اینجا تی کم در نسبت در بقیه کلانتر تی یک دن حروف دیگر را نشته بکن یک دیزاین است که اینجا یک تنظیم میشه ماندن دیگه ما شما کمتر از دیزاین استفاده میکنیم دیگه چی هست آل کپ آل کپ کلی کپس یعنی کپس لاک چی یعنی حروفی کلان اسمال لتر کپیتال لتر اینی را که کلان بکنید سه ممیار یعنی مال اینی حالت که هست اینی را برایش ما چی میکنه کل حروفاش دانه دانه برایش ما کلان من گرچن یعنی مال کلان هست و هیدن چی هست من هیدن اگر تیک بزنم اوکی بکنم کل این متن مورد یک حالتی هاید قرار میده یک زمان شما یک متن را هاید میکنید که یک نفر نبینه بعد از اونور میخواید پرینت بکنید در اون صورت شما مجبور است از آپشن برید اون هاید از اون بکشید که این تکست شما زمان پرینت میکنید کلش بیا دیگه در تکست در همون پرینت از مو اون تنظیم شده از بخش هاید شما میتونید خیلی ساده انجام بدید و اینجا حالت سمپل ها هست تکست افکت چی هست افکت باز هم گفتم یک فرمت های اضافی هست من این متن خود خود را دارم اینجا میم مثلا میگم که فرض مثال یک دیزاین داشته باشه هر کدام از اینا رو شما سلیکت بکنید هر رنگ های مختلف از اینا بید اینم یک تغییر بالا از اینا به وجود میاد شاید اونقدر فهمیده نشه من میگم رنگ از این مثلا فرض مثال زرد باشه دیگه من یعنی پوزیشن از این کم بال میبرم هر تنظیمات شما در اینجا انجام بدید برایتنس از این خرد کلان میکنم کم زیاد میکنم بعد از اوکی میکنم بعد از اون اوکی میکنم اینی متن از من ببینید مال برای یک فرمت یک دیزاین خاصی را گرفته ادم اینجا اگر دقیق شوید فرمت ها بسیار زیاده بعد از ما میم در کنترل دی بخش تکس افکت بخش تکس افکت فرض مثال باز ما میم تکس اوتلاین خودمی متن خوره که نشته میکنید یک زمان متن خوره شما کلان میکنید فکر کنید موبایل متن خالی میشه شما میتونید در موبایل از رنگ بدید در اون صورت یعنی مزی بخش تکس اوتلاین یعنی لاین های بیرونی هم تکس شما در اینجا میتونید تنظیمات از این بخش مثلا سولید لاین یا این بخش گرادینت لاین خیلی تنظیم میشه هر کدام از اون خوش داشته شما میتونید جور کنید من میگم که رنگ از این مثلا سرخ باشه ترانسپرنسی وضوحی تصویر بال باشه هر کدام از اون رو باز میگم فلت باشه یا مثلا اینجا ببین تنظیمات زیاد هست که ما بگیم فلت از چیه و چیکار مونه و این سیم دامی بخشی
تنظیمات از این چی میشن اپلای میشن. من اینو اوکی میکنم، اینو اوکی میکنم. شاید انیمی تنظیم که شما انجام میدید یوان یوان تکسار شما بر حسب مو ار جی بی یا مو رنگ بندی که شما انتخاب میکنید یا سی ام وای که در این تکسار شاید شما اصلا تغییر را نبینید، اما یک زمان میشه امرای یوان کارهای خیلی فرد مثال امیر جور میده فتوشاپ میخواد این ادیت بکنه، در اون صورت ممکن است که شما تغییر و تنظیم از رو واقعا در اونجا ببینید که تجمع رنگ بسیار در اونجا زیاد میشنه. من میگم باز هم در بخش فونت تمام این کارا رو که من انجام دادم، تمام این کارا من سایز زیر خرد میکنم، مثلا میلو میره 8، اینی رو میگم سیت از دیفالت. این یک وارنینگ برای من میده شما دقیقه گشوی زمان پروگرام ورد باز میکنید هر زمان این میگه فونت شما چی هست 11 یک فونت، یک فونت استایل خوبی را به صورت دیفالت و اولیه باشه، این میگه همیشه براش اونم هست 11 هست که هست. بعد از تو میخوای 11 را وقتی که میگه پروگرام ورد از ما اوپن شه 11 نباشه، مثلا هر بار که ورد باز کردم این میگه مثلا 20 باشه 100 باشه، یعنی چی میکنی سید از دیفالت میکنی. اگر بگی دیس داکیومنت اونلی، فقط انیمی داکیومنت من بالاش کار میکنم یا کلی داکیومنت های من، میگم نه انیمی داکیومنت فعلا باشه، اوکی میکنیم، انیمی چی میشنه 90 و باسم کنترل دی یک بیشتر برش میگفت. یعنی میگه ببین ترجمات از ما چی میشنه خلاص میشنه، فقط این بخش ادوانس از ما مومنه. در اینجا ما اسکیل یا میزان خود پیپرمون اسکیلیبیلیتی از چقدر باشه، من میگم هر قدر خرد باشه یا کلان باشه یا اسپیسینگ، یعنی بحث اسپیسینگ ما بحث لاین ها میخوانی بحث پاراگراف که برسیم ان شاء الله بعد از ما میگیم که من فاصله بین خطا چرخم باشه، اسکیلینگ از چرخم باشه، در اونجا ما شما میرسیم. در اینجا فقط همقدر بحث اسپیسینگ و پوزیشن از بال باشه پایین باشه، ایندنتیشن، یعنی بحثا رو که ما شما بخونیم کلش همیشه یک داکیومنت که جور بکنیم اینجا برای از ما چی میشه، یعنی تنظیمات همیشه در اونجا تنظیمات اضافی هست که ما میتونیم از اونجا خیلی دقیق‌تر بخونیم. سیم بازم میر کنسل میکنم. بعد از اون بخش پاراگراف، بخش پاراگراف خب برای شما گفتم که انمی بحثای ایندنتیشن ما یک لیست جور بکنیم، یک لیستای مالتی لول لیست جور بکنیم، یک لیست مابین دیگر لیست باشه، اینو ما شما گفتیم. بحث جاستیفای گفتیم، این بحث جاستیفای یک بحث خیلی جالب است که متنای ما از دو طرف تراز بندی میشنه، یگان دفعه میشنه که شما یک متن نشته میکنید در اون صورتی متن شما تراز نیه، یعنی میزان نیه از دو طرف، یعنی جاستیفای بر حسب لو میدیم یا های که شما اپلای بکنید در اون صورت متن شما چی میشنه جاستیفای میشه، تنظیم میشه از دو طرف. و بخش چپچین گفتم زمانی که شما رایتینگ شما انگلیسی هست، بخش راستچین از کنترل آر کنترل ای و کنترل آر که راستچین هست کنترل ای سنتر هست و کنترل ال هم زمانی که شما تراز بندی شما سمت چپ باشه، یعنی شارتکت هایش هست. بحث لاین اسپیسینگ فقط در اینجا بسیار گفتیم فاصله بین خط ها، یک زمانی شما یک تکست در اینجا دارید این می تکس شما اگه در نظر بگیرید یک فاصله خاصی خود خود داره، ما اگه لاین ازیرا بخوام ما بین از اون فاصله از اینا زیاد کنم میگم که 3 باشه 2.5 باشه 2 باشه چقدر باشه، یک زمان میشه بحث پاراگراف داریم، مثلا انمی پاراگراف شما در نظر بگیرید، این یک پاراگراف اگه در نظر بگیریم ما بین بحث لاین اسپیسینگ اینجا من میگم که انمی پاراگراف از ما که پاراگراف ما بین هسته، یک پاراگراف پشت سر خود داره یک پاراگراف پیش روی خود داره، فاصله میگه که این پاراگراف مابین است، فاصله ای که پاراگراف قبل از است این چقدر باشه کم باشه زیاد باشه، پاراگراف اولی یا پاراگراف پیش روی پاراگراف سومی. این از اینجا بحث اد اسپیس بیفور پاراگراف، ما پاراگراف دوم پاراگراف اول ما چقدر باشه فاصله و پاراگراف پیش روی از ما که تنظیم شه. از اینجا است بحث زمانی که شما یک متن را به خصوص زمانی شما از اینترنت دانلود میکنید متنای شما خیلی بسیار گدواد است، وقتی که گدواد بود آفرین مو گابستو. بعد از اون ما اینجا میگم که اگر انگلیسی باشه ایرا چپچین راستچین میکنیم، بعد از اون باز هم همین گدوادی از اون تیمشون ادامه داره، خوب برای من دیزاین نشده در اون صورت اینمی اینجا تو می چپچین یا راستچین برای اسم موی تکس هایی که داری در اینجا بسیار دقیق برای تو چی میکنه خود از این جور میکنه. بحث ایندنتیشن هم شما گفتیم که اسپیس یا فاصله یک از پاراگراف مو در اینجا علاوه میکنم، من این رو سیلک میکنم میگم که این یکم تو رفتگی داشته باشه متن از من یا متن از من مثلا تو رفتگی نداشته باشه، یک دیزاین هست یک دیزاینر بسیار اسپیشال هست. بحث این لیست ها رو که شما خواندیم دیگه ما باز برای شما نمیگم، بحث بردرها رو ما شما تاکیدی خواندیم که یک ساحه رو که اینجا سیلکت میکردیم، ما میگم که این یک بردر از دور تا دور از یک بردر باشه، فرض مثال میگم که این رقم بردر باشه، یک حاشیه برای چی میکنه
شما یک متن نسبت به دیگه متن ها رو چی میکنید روشن‌تر می‌کنید. مثلا یعنی متن بسیار مهمه، مثلا در موبایل یک کاد برای ما باشه. این A تا Z یک سورتینگ هست. شما مثلا یک زمان یک چیز را نشته بودید مثل A B C D E F G، بعد از این سورتینگ بودید از A تا Z یا از Z تا A. گرچه ما حروف الف بار براش مثال میزنم، شما ممکن است نمبرینگ داشته باشید. یک دفعه بسیار تکس های کلام میشنم، مثلا نشتم احمد، باز نشتم میکنی که زهرا. ببین A ش اول چه Z ش آخر چه است. کل از اینا اگر سورتینگ از A تا Z باشه، همون رقم از A شروع میکنه، نه اگر معکوس از کنی برعکس از کنی باز از Z تا A براش میچ یک قسم سورتینگ که برایش ما اونجا استعمال میکنم. اینی چی هسته؟ اینی رو که من اگر کلیک بکنم برای از من همون جاهایی تو انتر کردی، زمانی که شما اگر یادتون باشه وقتی که ما یک انتر انجام بدیم اسپیس که ایجاد شده پاراگراف از ما قطع میشه و موریم در دیگه پاراگراف رو شروع میکنیم. در اون صورت انمی برای از ما چی میکنه؟ پاراگراف از ما را در اینجا برای از ما نشان میده که این پاراگراف از ما در کجا هسته، تا کی پاراگراف از ما شروع شده. و یک کار دیگه مهمی که ای انجام میده ای هسته که زمان شما سکشن بندی میکنید، به خاطر اینکه سکشن های خود را ببینید، بخش بندی های چپتر یا کتاب که شما جور میده ببینید، باز هم امیزی پاراگراف استفاده میکنیم. این خودی پاراگراف که هسته ما بخش اینزرت که به این سکشن یا پیج بری که انجام بدیم در اونجا باز هم علمی پاراگراف همون نیاز پیدا میکنیم که کارکرد اساسی و اصلی از این چی هست. ما اگر بیم در این صحیح پاراگراف باز هم در اینجا همین ایندنتیشن که در این بالا گفتم در اینجا تنظیمات بیشتر چی هست. این بخش ایندنتیشن و اسپیسینگ، الائنمنت از مورد کدام طرف باشه، همین الائنمنت از سمت چپ باشه یا از سمت راست باشه، از کجا باشه، یا سنتر باشه یا جاستیفای، همین رو کلیکشن ما شما خواندیم دیگه بیشتر. هر کدام از اینکه خوش داشتی اون امور رو چی میکنی انتخاب میکنی. بحث اوتلاین لیول در می بحث لیست ها، ما گفتم که یک زمان ما نشتم منیم که ما مثلا 5 دانه کتاب میخواییم، کتاب هم کتاب اول ما تاریخ، کتاب دوم انمی. در اون کتاب اولی که تاریخ تو میگیری بعد از یک متن یک لیست یک کتاب دیگه هم در موبایل نزدیم، مثلا کتاب تاریخ یک، کتاب تاریخ دو، یک لیست جور میکنی در موبایل نزدو لیست، یک چند دانه چیز دیگر هم علاوه میکنی، لیست در لیست میشه، سب لیست میشنه. در اونجا اگه خواستی باسم اوتلاین لیول خیلی همجین تنظیم بکنیم، ما 9 دانه لیول بیشتر در اینجا نداریم. لیول اول مو کلانتره، تو رفتگیش کمتره. اگه بحث از مو بحث تو رفتگی ایندنتیشن باشه، لیول یک کم مور داخل یک پاراگراف یا خط بیشتر مور، لیول دو بیشتر، لیول سه بیشتر، لیول چهار بیشتر. اما نه، زمانی که شما تکست بگیرید انمی لیول های شما اگر لیول یک باشه منهای سی یک ممکنه مد امو چی شما نشته شما کلانتر باشه، لیول دو شما خورتر، لیول سه شما خورتر، این در کجا به درد شما مخوره؟ یعنی زمانی به درد شما مخوره که مثلا شما یک کتاب را که جور کنید، تیبل آف کانتنت در زیر که جور بکنید، یک فهرست کتاب را که دید یک فهرست را در اول خود صفحه اول انمی، صفحه دوم انمی. ما انمی بس لیول ها را در اونجا میخوانیم که ما قرار بدیم مثلا یک سابجکت یک هیدینگ جور بکنیم، لیول یک باشه، لیول دو باشه برای از ما، یعنی در اونجا بکار میه. دایرکشن از مهمی نوشتن که ممکنه از سمت چپ باشه یا سمت راست باشه، از سمت راست دری، از سمت چپ چی هست؟ انگلیسی. خود ایندنتیشن هم که انمی اینجا برایش ما گفتم میره که ما کلیک میکردم یک پرشی داشت، یک میپرید مثلا نیم متر یا نیم متر که نه، یک یک سانتی متر یا مثلا دو سانتی متر، همون پرش هم از این انمی اینجا چیکار مونه؟ شما فقط میگید که بیفور تکست از ما چقدر باشه، کم باشه از یا انمی اینجا بخش پریوی رو شما دقیق شوید، ما انمی رو میگم یعنی اینقدر مثلا یک اینچ پرش داشته باشه، یا میگم ایندنتیشن از کم باشه، یا میگم بعد از تکست مثلا چقدر باشه. این بحث ها که هست دمیج هر قدر شما کم زیاد بکنید این در بخش پریویو شما چی میکنید او را مشاهده بکنید. بحث اسپیشال چی هست؟ ما در اسپیشال که ببینید یک فرست لاین داره یک هنگینگ. اگر دقت کرده باشید اگر کتابایی که علمی باشه استاندارد باشه امور شما بخونید، وقتی یک پاراگراف شروع شنه اولین لاین یک کم ذره تو رفتگی داره، ایندنتیشن که هست کل پاراگراف هم بره داخل، اما دمیج ما اون کل پاراگراف ضرورت من نیست، فقط همون لاین اول هر پاراگراف برای از ما در اینجا چی گوی در بخش هنگینگ مثلا فرست لاین بگه این میجا برای از ما چی مونه فرست لاین از ما یا کم ذره پیش مگره. ما اگر این نخواستم باز میگم که هنگینگ از این را بگیر، هنگینگ بایی ما را سیم همون عملی عکس بر عکس هم از این را انجام میده. مثلا میگه که لاین اول تو داخل نبود، در جایش با لاین های دیگه شده تو بگر داخل. یعنی بخش پیرویش هم شما در نظر داشته باشید. در اینجا حتی تو میتونی چی کنی؟ رنج بده برش، مثلا بگوید یک اینچ بره، یا مثلا دو اینچ، چقدر سپیس داشته باشه، ایندنتیشن چقدر بره داخل این پاراگراف از مورد تو رفتگی داشته باشه.
هر کدام از اینا که خواستی کل از اینا رو انجام میدی. باز هم اسپیسینگ بیفور کل از اینا ببین یک چیز هست. این بس اسپیسینگ پاراگراف از ما هست بیفور یا افتر. هر کدام از اینا رو کم و زیاد بکنم یا خودم از اینا رو کم و زیاد بکنم ببینید یعنی فاصله پاراگراف از ما کم زره دچار تغییر در اینجا میشنه. یا لاین اسپیسینگ، لاین اسپیسینگ خب ما برایش ما پیشتر اینجا گفتم که لاین اسپیسینگ از ما 1 بود یا 1 بود 1.5 2 3 تو یعنی میز اینجا بگیر 1.5 بگیر دابل بگیر 2 بگیر یعنی بحثا را که شما در اینجا هر کدوم از یک سلیکت بکنید برایش ما چی میدیم اطلاعات و انفورمیشن ها اضافی میده که بدر چه مخره هر زمان شما ضرورت چون بود اینجا بر حسب ضرورت خود چی میکنید انتخاب میکنید کل انزی کارا را که انجام دادید باز میتونید سیت از دیفالت بکنید انمی چیزایی که در اینجا تو جور کردید میخوای همیشه اینو میخوام ثابت برای تو باشه سیت از دیفالت اگر نه میخوای که باشه خب میتونید راحت کنسل کنید یا بی بیرون اینجا یک چیز جالب دیگه هم هست بخش تب ببین تب یعنی انمی جا تو می زمانی که شما بتن تب پرس کنی مثلا یک پریش از خود خوداره یک زمان به جای توی 10 دفعه اسپیس بزنی که یک فاصله ایجاد بکنی یک دفعه تب میزنی که پریش میکنه یک فاصله اسپیس اضافی رو برای شما چی میکنه جور میکنه من مثلا اینجا فرض مثال این ویدیو رو پاراگراف از اینجا بند کنیم من میبینی فورا یک تب میزنم ببین یک کم زره بسیار پریش از چند نیم نیم اینجا برای من سیت شده من پریش میکنم اسپیس اگه تو اینو بخوای اسپیس بزنی تا سوار چیلدرن اسپیس بزنی که اون صاحب برسه این می پرش خود تب امزی بخشی پاراگراف چی میتونیم مو میتونیم سیت کنیم بخشی تب می فعلا برات ما چی شده نیم اینچ برات ما پرش بگو تو میگی نیم اینچ نه یک اینچ دو اینچ هر قدر تو چی کنی اینجا فقط این میره یک اینچ بساز یا دو اینچ بساز و بخشی پایینش الاینمنت های از ما هست که الاینمنت از سمت چپ از سمت راست از سمت موبایل را اینی بحثا اینی بخشای دینی مینج هسته خب اینی بحثای دینی مینج هسته کلا یک تنظیمات اسپیشال مربوط تب میشنه اینی تب زمانی که ما در منوی ویو که برسیم یک تکسی را که ما علاوه بکنیم در درخت بریم در ریویو بریم اینی بحثای دیگه به اون مونجا باز مفهمید که دقیقاً تب برای ما چیکار میکنه فعلا هم میخواد بفهمید که تب هم میخواد برای ما یک اسپیسی را در حد همو اینچ که شما تعیین میکنید در اختیار از ما قرار میده کل از نوار اگه خواستی که اوکی که نخواستی کلش میگه کلیر آل دیگه بعد از یا کنسل میکنی از اینجا چی میشینی از این ساحه بیرون می و بحثی استایل که ما برایش ما گفتم که یوان مثلا ما این مت از من خودش اگر رقم استایل داره من میگم که یعنی فرض مثال استایل از من یعنی رقم باشه یا استایل از من یعنی رقم باشه هر کدام از این خوش داشتی یک رقم استایل قسم زیبایی رو برای تک شما میده و زمانی که شما بخواید کتاب جور بکنید باز هم یک هیدینگ ذره در او هیدینگ تو چی خبر داره که استاندارد از او چنده یک هیدینگ در اول یک هیدینگ در موبایل یک هیدینگ موبایل دیگه هیدینگ در اون چی هست که شما باز هیدینگ ها را یاد شما باشه که تو هیدینگ یک بگیری هیدینگ دو بگیری سه بگیری چهار بگیری هر من این هیدینگ یک اگه بگیرم کلان میشه اگه هیدینگ دو بگیرم این نوشته از ما چی میشه خرد میشه همون رقم هیدینگ 3 4 5 تا 9 هیدینگ از ما خرد میشه هدف از هیدینگ هم هست که شما فقط یگان بوکمارکی جور میکنه یگان تیبل آف کانتنت که جور میکنه رو میرسیم در اونجا بسیار برای از ما کارایی داره یا تایتل هم میخواید در اینجا بانید یا چیزی نرمال بانید هر کدام از اینا رو خواسته شما میتونید سلیک بکنید اینجا برای خوبی وردی هسته که بسیار برای شما زمانی که مثلا یک تکست شما دیزاین بکنید جور کنید بسیار آپشن زیاد میده او دیگه هنر خود تو چقدر وقت رو میمانی رنگ سبز میگیری سرخ میگیری اسپیس کم مونی زیاد مونی تب شده تو تنظیم میکنی او دیگه هنر خود توه و در بخش find, replace, بخش editing اینا را ما برایش ما گفتم که یک لغتی را از موبایل مثلا کتاب 100 صفحه توی یک کلمه خاصی را پیدا میکنی مثلا میگه علی را قد نقید تو میخوای find بکنی علی را قد نقید چکنی replace کنی این را ما برایش ما گفتم در بخش select ما selection pan بحث ها را خواهدیم که وقتی شما یک shape یک picture را داشته باشید object داشته باشید اون object شما هر قدر که selection پنج می دهیم این صاحب فعال باشه برای شما چی میکنه همون پیکچر هایی را یا همون object هایی را که دارید اینجا برای شما لیست میکنه من مثلا اینجا بیم بگم که insert فرض مثال یک shape این یک shape من میکشن دهیم این یک شیپ دم اینجا این دفتم برای از ما چیز میگه رکتانگل اگه مستطیل است یا چارزولی است برای از ما اینجا چی میکنم میاره زمانی که این سیلکشن پند دم اینجا فعال باشه برای شما ممکنه شما چندین دانه شیپ داشته باشه بسیار راحت میتونید رو چی کنید سیلکت بکنید من بخش منوی هوم در منوی هوم تقریبا همو بحثایی که ما باید میخوندیم تا حدودی را خوندیم فقط از منوی هوم از من کدام چیز باقی نمانده تاب ما فقط مومنه
باز هم شما برید اگر سوال موال دیگه ای داشتید، اگر کدام آپشن دیگه ای شما پیدا کردید که ما نگفته باشیم برای